بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین ولا سیما بقیت الله فی السماوات والارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائه مجمعین ابد العابدین و دهر الداهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خدا رو قسم میدم به آبروی آقامون سید الساجدین زین العابدین علیه السلام در امر فرج امام زمان تعجیل بفرماید، خوشنودی و سلامتی و تعجیل در فرج آقا حجت ابن الحسن صلواتی مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در ادامه بحث شب گذشتمون که عرض کردم خداوند تبارک و تعالی در قرآن شریف فرمود و من یطع الله و رسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. فرمود کسی که اطاعت کند از خدا و رسولش. چه جور اطاعتی؟ شرط براش گذاشتن. ما اگر بخوایم مطیع خدا و رسول بشیم باید معرفت خودمون رو به خدا زیاد بکنیم. راه خداشناسی چیست و چجوری باید خدا رو شناخت؟ تا شناخت به خدا پیدا نکنیم نمیتونیم اطاعت از او داشته باشیم. مثل میگم براتون، شما در طول روز در بین جامعه که قدم میزنید، تو بازار و بوی و برزنی که میروید، افراد زیادی رو میبینید. آیا به همشون سلام میکنید؟ آیا اونها به شما سلام میکنن؟ نه، معمولا افرادی که همدیگر رو میشناسند به هم سلام میکنن. تا معرفت از فرد مقابل نداشته باشید بهش سلام نمیکنید. هرچند این سنت پیغمبر خدا بود که کسی بر او نتونست در سلام کردن سبقت بگیره. اونقدر تأکید شده به سلام کردن که نهایت نداره، ولی متاسفانه خب کم رنگ شده این سنت بسیار زیبایی که از پیغمبر خدا بر جا مونده. حالا دیگه سلام ها دوست آشنایی شده، اگر بشناسیم سلام میکنیم و یا جواب او رو میدیم. خب آقا، ما اگر معرفتمون رو به خدا زیاد کنیم، خود به خود اون معرفت ما رو وادار به طاعت میکنه. شما در حالات رسول خدا ببینید، حالات اهل بیت او ببینید. راجع به امیر المؤمنین سلام الله علیه دارد حضرت شبی 1000 رکعت نماز مستحبی میخوند، تا صبح بیدار بود عبادت میکرد. راجع به امام زین العابدین نقل شده که آقا شبها رو تا صبح به راز و نیاز و مناجات با خدا بیدار بود.
خسته هم نمیشد. چرا؟ چون اون عبادتی که او میکرد از رو عشقی بود که به خدا داشت، سرچشمه معرفت او یه جوری وصل به اون دریای لایزال الهی شده بود که دیگه هیچ احساس خستگی در وجودش نمیکرد. راوی میگه من وارد مسجد الحرام شدم، دیدم صدای زجه و ناله میاد، تعجب کردم خدایا کی اینجور داره گریه میکنه. وقتی که وارد هجر اسماعیل شدم تو اون تاریک و روشنایی ما، دیدم شخصی سر به سجده گذاشته، صدا برام خیلی آشناست، اما اون هقهق گریه نمیگذاشت کاملا تشخیص بدم. رفتم جلو ببینم کیه، متوجه شدم که وجود مقدس و منور آقام زین العابدین علیه السلام. وقت سر به سجده دارن، حضرتشون از زمانی که میگه من دیدم آقا رو، حالا چه موقعی ایشون تشریف برده بودن تو مسجد الحرام، از موقعی که من دیدم تا به وقت رسیدن فضیلت نماز شب سرش به سجده بود، 2-3 ساعت ذکرشم فقط همین بود: الهی عبدک به بابک، فقیر و کب فناک، مسکین و کب بابک، مثل ابر بهار اشک میریخت و ناله میزد. او معرفت به خدا پیدا کرده، شناخت به خدا پیدا کرده، به همین خاطر اینجوری خدا رو عبادت میکنه. ماها چون معرفتمون پایینه، نداریم اونجور طاعتی که خدا از ما خواسته. فرمود کسی که اطاعت از خدا و رسول بکند، خدا او رو در آخرت هم نشین با رسول و اولادش خواهد کرد. خب چه جور طاعتی است؟ طاعتی که از روی شناخت و معرفت باشد. خب آقا ما چجوری میتونیم بشناسیم خدا رو و معرفت به خدا پیدا کنیم؟ خدا راه گذاشته. امام صادق علیه السلام فرمود: لو شاء الله لعرف العباد نفسه. خدا اگر میخواست خودش رو به مردم معرفی کنه، کاری برای خدا نداشت، خودش رو معرفی میکرد به مردم، ولیکن راه گذاشته، حساب گذاشته، همینجوری گرتهی نیست. چیه؟ فرمود: ولیکن جعلنا ابوابه و طرقه و صراطه. ما رو باب خودش قرار داده، ما رو راه معرفت خودش قرار داده. صراط خدا ماییم که در قرآن شریف در سوره یاسین فرمود: مردم مگر من از شما عهد و پیمان نگرفتم؟ لا تعبدوا الا الله، غیر از خدا عبادت نکنید. یا اونجای دیگه فرمود: مگر به شما نگفتم طاعت از شیطان نکنید، تبعیت از شیطان نکنید؟ فاعبدونی هذا صراط مستقیم. این صراط مستقیم روایت هم تسنن در کتابهاشون دارن، هم شیعه آورده روایتش رو. گفتن آقا رسول خدا فرمود، عرض کردن یا رسول الله صراط مستقیم چیه؟ حضرت اشاره کرد به امیرالمؤمنین، فرمود صراط علی علیه السلام. اللهم صل علی محمد. ما یه شناسنامه اهل بیت شناسی داریم. خب انسان اگر بخواد خدا شناس بشه، از راهش باید بره، و فرمود راه خدا ماییم. ما اگر از راهش بخواید بریم، راهش رو باید بشناسیم. خب برای شناخت راه او، باید نسبت به اون معارفی که از اونها وارد شده بیشتر انس داشته باشیم. یکی از شناسنامه های اهل بیت شناسی که در حقیقت ما رو خدا شناسمون میکنه، همین زیارت شریف جامعه کبیر است. شما ملاحظه کنید امام هادی تمام صفات اهل بیت رو در این مجموعه جمع آوری کرده، چقدر زیباست: من اراد الله بدع بكم و من وحده قبل انکم و من قصده توجه بكم، من اطاعکم فقد اطاع الله، من اساکم فقد اسا الله. خطاب به رسول خدا میگیم یا رسول الله، اگر کسی از شما اطاعت کنه، در حقیقت از خدا اطاعت کرده. اون وقت میفرماید و من یطع الله و رسول، پشت سر هم آورده، یعنی اطاعت رسول همون اطاعت از خداست. خب کسی از رسول خدا اطاعت میکنه که معرفت به او پیدا بکنه، شناخت به او پیدا بکنه. آقا یکی از مزامین بسیار زیبایی که دارد در زیارت جامعه کبیره، خیلی معطلتون نکنم، که من امشب قصد دارم راجبش صحبت کنم، خطاب میکنیم به پیغمبر خدا
و اهل بیت نورانی او خطاب میکنیم، میگیم معدن الرحمه اید، شما شما معدن رحمت الهی هستید. اولا براتون عرض بکنم معدن به یک جایی میگن که هر چه که از او استخراج بکنن تمامی نداره. معدن سرشار از اون جنسی است که در او هست، حالا طلا باشه، معدن عقیق باشد، نقره باشد، چیز دیگه‌ای باشد، هر چی که باشه، میگن آقا معدن جایی است که هر چه از او استخراج بکنن اون معدن تمامی نداره. به اهل بیت پیغمبر و خود اون رسول بزرگوار و نازنین ما عرض میکنیم شما معدن رحمت خدایید. خب معدن رو فهمیدیم، آقا رحمت چیه؟ رحمت خدا وقتی که نازل بشه فرمود عذابی اصیب و من اشا، عذاب من به هر کی که من اراده کنم بخوام وارد میشه، نازل میشه. اما در مورد رحمت فرمود و رحمتی وسعت کل شی، رحمت خدا واسع است، اونقدر زیاده که امام صادق علیه السلام فرمود به قدری رحمتش رو خدا روز قیامت بر بندگان نازل میکنه که شیطان با اون پلیدی خودش طمع پیدا میکنه به رحمت خدا، اونم میاد تو صف وای میسته، میگه به به عجب رحمتی نازل شد، ما هم بریم بلکه رحمت خدا ما رو هم بگیره. اما چه میکنن؟ خب از صف میکشنش بیرون، میگن جای تو اینجا نیست، که حالا روایات دارد جایگاهش کجاست، انشاءالله رسیدم عرض خواهم کرد. رحمت خدا یه چیزی است که خداوند تبارک و تعالی این صفت رو بیش از 10 مرتبه در سوره مریم آورده راجع به رحمت خودش، و اون وقت شما ببینید شروع قرآن رو هم ما با همین صفت رحمت شروع میکنیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی مهمه اگر کسی خودش رو به این صفت تزیین بکنه، خداوند تبارک و تعالی با رحمت خودش با او برخورد میکنه. خب آقا این رحمت رو ما کجاها ازش استفاده بکنیم؟ چه جور جاهایی باید این رحمت رو پیاده کرد؟ خب نگاه بکنیم ببینیم اهل بیت خودشون کجاها سفارشش رو کردن که خودشون مرکز رحمت خدا بودن، یعنی این صفت خدا در وجود پیغمبرش تجلی کرده بود، اصلا دریای رحمت خدا بود رسول خدا، و هر چی که لطف و رحمت بر بندگان نازل میشه از طریق رسول بر مردم میرسه، و بعد از رسول خدا جانشینان پاک و مطهر او که از فرزندان امیرالمؤمنینن و شخص امیرالمؤمنینه که رحمت خدا از طریق اونها بر بندگان نازل میشه، اینها معدنهای رحمت الهی هن. خب رحمت خدا در اینها تجلی کرده، ما اگر بخوایم خودمون رو به اینها نزدیک بکنیم این صفت رو باید در خودمون زیاد بکنیم. خود به خود وقتی که این صفت رحمت در وجود ماها زیاد شد، شباهت به اون معصوم پیدا میکنیم و محبوب خودمون. اگر بخوایم بهشون نزدیک بشیم باید رنگ و بو و لحن و قول و گفتار اونها رو به خودمون بگیریم، خود به خود بهشون نزدیک میشیم. وقتی هم که بهشون نزدیک شدیم دیگه دوچار گمراهی و زلالت نخواهیم شد. این یه حساب دو تا چهار تاست. به هر اندازه که به مرکز نور نزدیک باشیم روشنایی جلوی پایمون بیشتره. خب رسول خدا چه سفارشایی کرد؟ چون خداوند تبارک و تعالی این انوار مقدس رو باب و طریق و صراط خودش برای معرفت خودش قرار داده، ما باید از طریق اینها بریم، راه دیگه ای نداره. اونهایی که غیر این راه رو انتخاب کردن به زلالت و گمراهی کشیده شدن. معاویه ابن وهب میگه من خدمت امام صادق رسیدم، مسئله برام اتفاق افتاده بود. اینو عرض بکنم که با این وجود خداوند تبارک و تعالی یه عده‌ای رو استثناء کرده در سوره نساء، چون بعضیا هستن کارشون خیلی درست انجام میدن، مثلا زحمت میکشن، نماز میخونن، روزه میگیرن، قرآن زیاد میخونن، منتهاش چون بر مبنای معرفت و طریق و صراطی که خدا ترسیم کرده نیست، خدا ازشون قبول نمیکنه. چون فرمود امام صادق علیه السلام
که خدا ما رو باب رحمت خودش، باب مغفرت خودش، باب معرفت خودش قرار داده. اون وقت حضرت فرمودن در این روایت، از حضرت پرسیدن آقا ابن رسول الله المعرفت و صنع من، خب کار کیه معرفت؟ حضرت فرمود المعرفت من صنع الله ولیس للعباد فیه صنع، اصلا خود بندگان هیچ دخل تصرفی در معرفت ندارن، کار خداست. خب ما اگر بخوایم که خداوند عالم ما رو در طریق معرفت خودش قرار بده، باید اون راهی رو بریم که خود او ترسیم کرده و از ما خواسته. باید تو صراطش خودمون رو قرار بدیم. آقا تا تو راه مشهد نیفتی، اگر شبانه روزی یک سالم راه بری به مشهد نخواهی رسید. تا در طریق کربلا ماشینت قرار نگیره ولو با سرعت نور حرکت بکنه به کربلا نخواهد رسید. تو صراط و راهش باید بندازیم ماشین حرکت رو و بعد راهش کنیم، خودش مستقیم میره میرسونه ما رو به مقصد و مقصودمون. راهش چیه؟ عرض کردم شناخت به اهل بیت پیدا بکنیم، معرفت به اونها پیدا بکنیم. خب بعضیا هستن آقا معرفت ندارن، اینا حکمشون چی میشه؟ خداوند تبارک و تعالی اینها رو استثناء کرده. در سوره نساء آیه 98 اینجوری فرمایش کرده از خداوند تبارک و تعالی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیله. اینها رو خدا استثناء کرده. اینا رو چیکار میکنن؟ از حضرت پرسیدن آقا تکلیف اینها چی میشه؟ بهشون نرسیده. بعضیا تو یه سری مناطقی قرار گرفتن که آقا مولوی هاشون چنان بر اینها مسلطن که کاملا استتار دارن اینها رو و کاملا پوشش دارن و نمیگذارن، که سانسور شدیده، نمیگذارن حتی یک دونه کتاب از کتابهای اهل حق و شیعه به دست اینها برسه. خب این بنده خدا از ابتدا با حرفهای مولوی آشنا شده و با این اعتقاد بزرگ شده و الانم با همین اعتقاد داره زندگی میکنه و اینا چنان سانسور دارن نمیگذارن که حرف حق و کلام حق به اینها برسه. و الا حق زیبا و دلنشینه، اگر دلی خالی از مرض باشه امکان نداره کلام حق بهش برسه و به دلش کار نکنه. اینا حکمشون چیه؟ با همین حالت از دنیا رفته، با این اعتقاد فاسدی که مولوی ها تو ذهنش انداختن زندگی کرده و از دنیا رفته. چه کار میشه؟ از حضرت پرسیدن آقا تکلیف اینا چیه؟ حضرت فرمود شما کارشون نگیرید، لا هم مؤمنین، اینا نه مؤمنن نه کافر، مستضعفن، مستضعف فکریه، بهش نرسیده. تکلیفشون چیه؟ حضرت فرمود خداوند عالم با رحمت خودش با اینها برخورد میکنه، شما به این کار نگیرید. اون وقت معاویه ابن وهب میگه آقا ما یه مسیر راهی رو میرفتیم تو کاروان ما، یه بند خدایی بود با اعتقادات، عرض شود که وهابیا، با اعتقادات تسنن بود، سنی بود. اون وقت پسر برادر او شیعه بود، عموش افتاد تو حالت جون کندن و احتضار، حالش بسیار بد شد. من از رنگ چهره و حالت او احساس کردم که این دیگه زنده نخواهد موند. به پسر برادرش گفتم بابا حیفه، این بیچاره عموی تو نمیدونه که حق با علی و اولاد علیه، نمیدونه که جانشین بعد از رسول خدا بلا فصل و به حق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبه. این رو بهش بگو که اگر با این اعتقادی که الان داره از دنیا بره، خدا هیچی معلوم نیست ازش قبول بکنه، چون اونجوری که خدا ازش خواسته عبادت نکرده خدا رو. طاعت خدا اون طریقی است که خودش خواسته از ما، این به غیر از طریقی که خدا خواسته و اراده کرده طاعت کرده و ارزشی نداره. پسر برادرش آمد کنار دست عمو نشست، گفت عمو جان اعتقاد باید این باشد، رسول خدا وقتی میخواست از دنیا بره علی ابن ابی طالب رو وصی و جانشین خودش انتخاب کرد. عمو جان نمیشه رسول خدا دینی بیاورد 23 سال برای این دین زحمت بکشه، صدمه بخوره، که خود اون نازنین بزرگوار فرمود هیچ پیغمبری به اندازه من پیغمبر در رسوندن رسالتش اذیت نشد، حالا بیاد با وجود این
این دین رو رها کنه به حال خودش، وصی و جانشین برای خودش تعیین نکنه، امکان نداره. اما اینها دروغ گفتن، خیانت به پیغمبر و آل او کردن، خیانت به خدا کردن، دروغ میگن. پیغمبر جانشین برای خودش تعیین کرده. یه چوپان هم که بخواد بره جایی، گله خودش رو بدون نگهبان رها نمیکنه. مگه میشه پیغمبر 7 میلیون نفر که مسلمان شدن رو با این دین کامل که کاملترین دین رها کنه، بگه خب ما وظیفمون بود قرآنی بیاوریم، بقیهش با خود مردم، مردم انتخاب کنن که کی براشون دین رو تفسیر کنه، قرآن رو معنا کنه؟ مگه میشه همچی چیزی؟ اصلا عقل آدم باورش نمیشه. حالا کار به روایت نداریم، کار به بقیه چیزا نداریم، خود عقل انسان باورش نمیشه. میگه اینا رو هی به عمو گفت و گفت و گفت. بالاخره بنده خدا عمو گفت که انا علی ما انتم، آخرین حرفش همین بود. گفت پسرم عزیزم، قبول کردم، منم اعتقادم همون اعتقادی است که شما دارید. یعنی اعتقادم اینه که جانشین بلافصل رسول خدا علی ابن ابی طالبه. گفت اینو گفت و دیگه از دنیا رفت. میگه من تو ذهنم سوال بود که خب این بنده خدای همچین چیزی گفته، از دنیا رفته، آیا ازش قبول خواهد شد یا نه؟ میگه آمدم خدمت آقا امام صادق علیه السلام عرض کردم یا ابن رسول الله، یه همچین مطلبی برام اتفاق افتاد و سوال تو ذهن منه، آیا واقعا خدا ازش قبول میکنه؟ این دیگه عذرش خواسته است. گفتن که آقا امام صادق فرمود بله، او در حال ایمان از دنیا رفته، چون در لحظه آخر از گمراهی و زلالت نجات پیدا کرد و در صراط خدا قرار گرفت و با اعلام کردن این و شهادت به ولایت علی دادن، خداوند از جمیع گناهان او خواهد بخشید و او را با رحمت خودش از این دنیا برده. و فرمود کسی که از دنیا برود در حالی که ولایت اهل بیت رو داشته باشه و محبت او رو داشته باشه، مات مغفورن له. روایتش در کتاب‌های اهل تسنن هست، زیاد وفور. حالا چرا عمل نمیشه بهش؟ علت خاصش که من تشخیص دادم اینه، اونهایی که اهل مطالعه هستن و اهل منبر و اهل سخنرانی و خطابه هستن، این روایات رو کتمان میکنن، اینها رو نمیگن. این همون آیه قرآنه، یؤمنو به بعض و یکفرو به بعض، بعضیاش رو قبول کردن، بعضیاش رو رد کردن. اون وقت کتمانم میکنن، به مردم نمیذارن برسه. و الا این حقایق نورانی اهل بیت اگر به مردم برسه، مردم هیچ موقع دچار زلالت گمراهی نمیشن. آقا حرف ما امشب اینه، برای این که بشناسیم این انوار رو، یکی از چیزهایی که بهشون خطاب میکنیم و عرض میکنیم به رسول خدا و اهل بیت پاک اون، عرض میکنیم شما معدنهای رحمت خدایید. خب حضرت فرمود مردم، اگر شما هم میخواید که این صفت رحمت در شما تجلی کنه، خودش رو نشون بده، شبیه به من پیغمبر بشید، شما این کارا رو بکنید. خب آقا یا رسول الله ما چه کار بکنیم؟ حضرت فرمود ارحمو ترحمو، به کیا رحم بکنیم؟ فرمود به چند گروه حضرت سفارش کرد. یک، حضرت فرمود رحم الله من اعان ولده بالاحسان، نیکی بکنید به فرزندان خودتون، با محبت باهاشون برخورد بکنید، با رحمت باهاشون برخورد بکنید، این محبت شما خودش جذبه در اونها ایجاد میکنه. اگر پدری اهل نماز اول وقت باشد، اگر پدری اهل زیارت باشد، اگر پدری اهل مسجد باشه، اما تو عمل خودش نسبت به فرزندان خودش بد رفتاری بکنه، این بچه از مسجد هم فراری میشه. میگه آقا اگر نماز اینه و مسجد رفتن اینه نتیجهش، من نمیخوام این مسجد رو برم. گاهی وقتا برخورد میکنه انسان، شکایت میکنن از پدرها، آقا به پدرها بگید یه مقدار مراعات حال فرزنداشون هم بکنن. نه تنها فرزندان یه حقوقی به گردنشون هست از طرف والدین، بلکه والدین هم یک سری حقوقی از اونها، از فرزندانشون به گردنشون هست. اول فرمود اسم خوب رو بچه‌تون بگذارید،
اسم زیبا بگذارید. دوم کاری که میکنید او رو خوب تربیتش بکنید. رحم الله من اعان ولده بالاحسان. این یک. دیگه چیه؟ آقا رسول خدا فرمود از جمله فرمایشاتشون، فرمود خدا رحمت کند اون کسی را که به یتیم ها رحم میکنه، بچه های یتیم رو تحویل بگیره. خود رسول خدا اینجوری بود. یه روز داشتن حضرت تو کوچه می آمدن، دیدن یه بچه یتیمی کنار دیوار ایستاده داره گریه میکنه. حضرت آمدن جلو، فرمودن لما تبکی، چرا گریه میکنی عزیزم؟ گفت آقا من پدر ندارم، پدرم در یکی از جنگ ها شهید شده، نه خواهری دارم نه برادری، مادرم ازدواج کرده و شوهر مادر من تو خونه خیلی تحویلم نمیگیره، رام نمیده، منو اذیتم میکنه، منم بیشتر اوقات خارج از خونه هستم، این بچه هایی که دارن بازی میکنن به من نیش زبان میزنن، برو بابا تو که کسی رو نداری، نه خونه ای، نه پدری، نه کس و کاری داری، ما تو رو بازی نمیدیم. منم این گوشه وایستادم ناراحتم، خب گریم گرفته، چیکار کنم آقا، منو تحویلم نمیگیرن. حضرت فرمود آیا دوست داری من پدر تو باشم؟ اما تو حب، دوست داری که من ابن لک بابای تو بشم؟ این بچه خوشحال شد، گفت آقا چه افتخاری بالاتر از این. حضرت فرمود دوست داری فاطمه من خواهر تو باشم؟ دوست داری حسن و حسین اخن لک برادرای تو باشن، باهات بازی کنن؟ آیا دوست داری که علی ابن ابی طالب امن لک عموی تو باشد؟ حضرت دستشو گرفتن این بچه یتیم و بردن داخل خانه، یه لباس نو تنش کردن، تحویلش گرفتن. اونجا دارد این بچه با خوشحالی آمده بود کنار این بچه های دیگه وایستاده بود، میگفت من امروز پدر دارم، امروز من عمو دارم، عموی من علی ابن ابی طالب، من امروز خواهر دارم، خواهر من فاطمه زهراست. یک کاری کرد که تمام این بچه ها جمع شدن، همینایی که تا اون موقع بازیش نمیدادن آمدن دورشو گرفتن، گفتن آخه خوش به حالت، کاش ما هم جای تو بودیم، کاش ما هم جای تو بودیم. اون وقت دارد وقتی آقا رسول خدا به شهادت رسید و از دنیا رحلت فرمود، همین بچه تو کوچه ها میدوید گریه میکرد، میگفت الیوم سرت و یتیما، من امروز یتیم شدم، خاک یتیمی به سرم ریخت. فرمود به ایتام رحم بکنید، خدا به شما رحم میکنه. دیگه چی؟ فرمود من اشتد حبا لنا اشتد حبا للنساء، به زنهاتون رحم بکنید، محبت بکنید. زنی که تو خانه شما زندگی میکنه و چرخ خانه شما رو داره میچرخانه و این مرکز رو داره یه محل آرامش و سکونی برای شما قرار میده، حق ندارید باهاش با اخم و تخم و بد اخلاقی رفتار بکنید. فرمود بترسید از ظلم کردن بر کسی که به غیر از خدا پناهی نداره، و این زن بیچاره به غیر از خدا پناهگاهی نداره. گاهی وقتا هست بعضی آقایون تو زندگیاشون گره به کارشون میخوره، گرفتار میشن، و این گرفتاری ممکنه به خاطر ظلمی باشد که خواسته یا ناخواسته به عیالش کرده، ممکنه به خاطر اون عصبانیتی بوده که سر عیال خودش یه عقده ای رو پیاده کرده، اون وقت این آه کشیده این بنده خدا و خداوند تبارک و تعالی گره به کار این مرد زده، به خاطر که متوجهش بکنه، متنبهش بکنه. فرمود کسی که ما رو خیلی دوست داشته باشه نسبت به زنهاش محبت میکنه. ببینید امام حسین تو کربلا چجوری رفتار میکرد. خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو دارد وقتی که بدن فاطمه اطهر رو غسل داد، کفن کرد، بند آخر کفن رو که میخواست ببنده، برگشت نگاه کرد به اهل خانه، اول صدا زد یا زینب یا اسما یا فزه، بعد فرمود یا حسن و یا حسین حلمو و تزودو من امکم. اول زنها رو صدا کرد، بعد پسرها رو صدا کرد. آقا سید و شهدا هم تو کربلا وقتی که به سراغ بچه ها رفت صدا زد یا زینب و یا ام کلثوم یا سکینه. اینها رو دخترها و زنها رو دونه دونه صدا زد. وقتی هم که میخواست تشریف ببره سفارش بچه ها رو دونه دونه به خانم زینب کبرا کرد. فرمود کسی که ما رو خیلی دوست داره نسبت به زنها
و دختران خودشون محبت بیشتری از خودش نشون میده. دیگه چه کار کنیم یا رسول الله؟ حضرت فرمود نسبت به بچه های من رحم کنید. کسی که قضاء حاجت بکند از سادات و اولاد پیغمبر خدا، فرمود من حاجت او رو روا میکنم. کسی که به بچه های من رحم بکنه، من با رحم و مروتی که دارم با او برخورد خواهم کرد. چقدر سفارش شده به این که به اولاد پیغمبر ترحم کنید. چقدر رسول خدا لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. خب کیا دارن الان اطاعت از رسول خدا میکنن؟ مردم، شما نگاه بکنید ببینید در 1,600,000,000 نفر مسلمانی که روی کره خاکی زندگی میکنه چند نفر در اطاعت رسول خدا؟ یکی از فرمانهای رسول خدا اینه به ذوی القربای من و بچه های من و اولاد من و آل من محبت کنید، مودت کنید، دوستشون داشته باشید. خب شما نگاه بکنید مردم، ببینید در بین این 1,600,000,000 نفر کیا بیشتر محبت به اولاد پیغمبر میکنن. شما نگاه بکنید هر جا سیدی از سادات و اولاد و زراره زهرا از دنیا رفته، قبر او رو تزیین کردن، زیارتگاه کردن، چون فرمود طبق روایتی که خود اهل سنت در کتابهاشون دارن، زمخشری سنی آورده، حاکم حسکانی در کتاب خودش آورده، اختب خطبای بغداد در کتاب خودش آورده، ابن عساکر آورده، کرارن و مرارن این روایت رو نقل کردن که فرمود کسی که پیغمبر خدا فرمود کسی که با محبت من و محبتی که به بچه های من داره از دنیا بره، خداوند قبر او رو محل زیارت ملائکه خودش قرار میده. و الان کسانی که محبت به اولاد پیغمبر دارن به همین خاطر به زیارت قبر اولاد پیغمبر هم میرن، همون جور که به زیارت قبر خود پیغمبر میرن. چون اگر بخوایم فرمان پیغمبر رو که فرمود لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا رو اجرا بکنیم، راهش همینه آقا، باید بریم به زیارت قبر حسین ابن علی چون فرزند پیغمبره، باید بریم به زیارت قبر حسن ابن علی در بقیع چون فرزند پیغمبره. اما اونهایی که کنار دست شده این قبر منور و او رو ویران دارن و خراب دارن، آیا واقعا به فرمان پیغمبر دارن عمل میکنن؟ شما رو به خدا اگر رسول خدا از قبر بیاد بیرون و ظاهر بشه و آشکارا در مقابل وهابیا و اون تسننی که در مدینه هستند ظاهر بشه، بیاد به امام جماعت مدینه بگه آی امام جماعت مدینه، تو همین جور منو حرمت کردی که قبر بچه من رو ویران گذاشتی و خراب، چه جوابی دارن به خدا بدن؟ آیا محبت به پیغمبر و اولاد پیغمبر به اینه که قبرشون رو ویرانه داشته باشن؟ آیا محبت به پیغمبر و اولاد او اینه که برن سامرا رو خرابش بکنن؟ آیا محبت به پیغمبر همین بود که تو کربلا جمع شدن همینایی که خودشونو مسلمان داشتن، پسر پیغمبر رو قربتن الالله سر بریدن؟ این بود وصیت پیغمبر و عمل به او؟ شما نگاه بکنید کیا دارن محبت میکنن، کیا دوست دارن بچه های پیغمبر رو. خب هر کسی که پیغمبر رو دوست داره بچه هاش هم باید دوست داشته باشه. فرمود لا یؤمن و عبد، به خدا ایمان نیاورده است بنده ای مگر من و بچه های من را از خودش و بچه های خودش بیشتر دوست داشته باشه. مخلص کلام من امشب همین، اونایی که صدای منو میشنوید و اونهایی که الان حضور دارید محضر شما عرض ادب میکنم، شما نگاه کنید برادرها در بین این 1,600,000,000 نفر مسلمان کیا بیشتر پیغمبر رو دوست دارن، کیا بیشتر بچه های پیغمبر رو حرمت میکنن؟ همونا در صراط خدا، چون فرمود صراط مستقیم الهی دو جور نقل شده، یکیشو عرض کردم، دومیشم اینه حضرت رسول فرمود در کفایت و طالبم این روایتش آمده، مستدرک حاکمم دارن، فرمود صراط مستقیم الهی صراط محمد و آل محمد صلوات الله علیه. الله اکبر. بس دیگه، بیشتر
نیاز نیست. میگه اگر در خانه کس است یک حرف بس است. صراط پیغمبر خدا همینه که آقا در طریق پیغمبر، پیغمبر چه میکرد؟ حسن و حسین رو دائما تو بغل نازنین خودش مینشاند، لبهای حسن رو میبوسید، گلوی حسین رو میبوسید. وقتی خانم حضرت زهرا میامد قام الیها، نه که فقط بلند شه، قام الیها، بلند میشد به استقبال دخترش میرفت و او رو میآورد جای خودش مینشان. همون کاری را میکرد که یک فرزند در مقابل مادر باید انجام بده. قبل یدیها، دست فاطمه خودش رو میبوسید. پیغمبر صدر و سینه فاطمه زهرا رو میبوسید. برای چی این کارا رو میکرد؟ تا 18 ماه بعد از نزول آیه شریفه قرآن که فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، خود تحسنن در کتابهاشون دارن، تا 18 ماه رسول خدا میرفت پشت در خانه زهرا میستاد، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، شما اهل منید. چه کردن با اهل پیغمبر؟ چه کار کردن؟ و الان دارن چه کار میکنن؟ خب نگاه کنید ببینید حق با کیست و چه کسانی دارن به فرمان پیغمبر و خدای او عمل میکنن. خدا رو قسم میدم به آبروی رسولش یک لحظه و یک آن ما رو از پیغمبر و آل پیغمبر جدا نکنه انشاءالله. آن به آن و لحظه به لحظه معرفت ما رو به پیغمبر که همون معرفت خداست، معرفت ما رو به علی که همون معرفت خداست زیاد بفرماید انشاءالله. بس دیگه، نشانه محبت به پیغمبر چیه؟ آقا بشینید از مصائبی که بر پیغمبر و آل او وارد شده از طریق دشمنان ذکر و یاد کنید و اشک محبت برای او بریزید. ما هم به همین خاطر دور هم جمع میشیم، یاد میکنیم، میگیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، لعن الله امتن قتلت و لعن الله امتن ظلمت. چه کردن با ابا عبدالله؟ نه تنها او رو تو کربلا سر بریدن با لب تشنه، بلکه زن بچه او رو به شکل اسیر و کنیز خارجی شهر به شهر و دیار به دیار حرکت دادن، وارد کوفه کردن اسرا رو. اذن عام داد عبیدالله زیاد ملعون که در رو باز کنید، اهل کوفه هر کسی که میخواد بیاد. خب همه وارد شدن، عده‌ای از مردم آمدن. خانم حضرت زینب کبرا بنت امیر المؤمنین سلام الله علیه رو با این زن و بچه خردسال و کنیزهایی که همراه با زینب بودن، حدود 84 نفر بودن، اینها رو به قل و زنجیر کشیدن، با تناب دستان زینب رو بسته بودن. دختر امیر المؤمنین وارد شد، بی بی زینب کبرا به عبیدالله سلام نکرد، یه کناری نشست. کنیزان دور خانم رو گرفتن. اینا نجیب نگاهی به زینب کبرا کرد، عصبانی شد، گفت سلام نمی کنی؟ گفت بر مسلمان گفتن سلام کن، تو مسلمانی که به تو سلام کنم؟ خودت رو مسلمان حساب می کنی در حالی که سر بریده سبت پیغمبر در طبق کنار دست و نهاده شده. این آنجیب اعصابش به هم ریخت، چوبی در دستش بود یا عصا، برداشت شروع کرد به سر زدن و جسارت کردن به سر مطهر سیدش. صدای ناله بی بی بلند شد. زید ابن ارقم در بین جمعیت بود، کسی بود که پیغمبر رو دیده بود، بلند شد صدا به ناله بلند کرد، نانجیب چه میکنی تو؟ به والله قسم خودم دیدم بارها و بارها، او لبانی که تو داری با چوب بهش میزنی پیغمبر خدا میبوسی، این سری که در طبق گذاشتی من بارها و بارها دیدم تو دامن پیغمبر بود و پیغمبر او رو بر شانه خودش سوار میکرد. نانجیب، زید ابن ارقم از مجلس بیرون رفت. این آنجیب برگش رو کرد به زینب کبرا، دیدی خدا برادرت رو کشت؟ بی بی زینب سر بلند کرد، نانجیب و ما رأیت الا جمیلا،
من به غیر از خوبی از خدای خودم چیزی ندیدم. چه دیدی بی بی جان زینب؟ میگه رابی آمده بودیم کنار گودی قتلگاه، نگاه میکردیم ببینیم دختر علی چه میکنه. آخر ما عمدن آوردیم ای اسرا رو از کنار گودی قتلگاه. یه وقت دیدم زینب کبرا با وقار و طمأنینه آمد کنار ای بدن پاره پاره و عریان زانو زد، دستان مبارکش رو زیر بدن برادر گرفت و بالا آورد، یه نگاهی به آسمان کرد، گفت خدای قربانی رو از آل رسولت قبول کن. یه نگاه به طرف مدینه کرد، یا رسول الله، هذا حسین و کعب و رمبل الدماء مقطع الاعضاء مسلوب الامامة والردى، یا رسول الله، این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست. یه وقت بی بی زینب خم شد، این لبها رو به حلقوم بریده یه برادرش حسین گذاشت، همه ناله بزنیم یا حسین. صلی الله علیک یا ذبیح العطشان یا حسین. الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها و به مولاتنا زینب الکبرا یا الله. قلیل تبسل بی ریا از هممون به فضل و کرمت قبول بفرما. ثواب این مجلس برو فرج امام زمان قرار بده. به برکت این مجالس امر فرج اون حضرت اصلاح بفرما. خدایا به آبروی امام حسین قرض مقروضین ادا بفرما. حاجات جمع حاضر روا بفرما. اموات و گذشتگان جمع حاضر، اموات بانیان این مجلس، خدا پروردگار و انبات از شیعیان امیر المؤمنین در شرق و غرب عالم غریق دریای رحمتت بفرما. جمع مرزامون و ملتمسین به دعامون لباس عافیت بپوشان. خدا آرزوی زیارت کربلا، مکه و مدینه به دلهامون مگذار. شفاعت رسول خدا و اولادش رو شامل حال ما بگردان. خدا یک لحظه و یک آن ما رو از پیغمبر و اولاد پیغمبر جدا مفرما. پروردگار و خدایا به آبروی رسول خدا برای اصلاح امور دین و دنیامون در امر فرج امام زمان با عافیت و عاقبت به خیریمون تعجیل بفرما. برآورده شدن همه حاجات به قصد فرج امام زمان، فاتحه مع الصلوات.